سلام به شما دخترها و پسرای لایق. به درس این هفته ما خوش آمدین. امیدوار هستم که روزهای گرم و ملایم بهاری را در کنار خانواده هایتان به خیر و خوبی سپری کنین. خب با آرزوی هفته خوش برای همه تان درس این هفته را شروع میکنیم. در این برنامه من در جریان بخشی از مأموریت آپولو 11 با موشک ساترن 5 به ماه رسیدم. چرا به ماه رفت؟ آشنایی با نخستین فضانورد جسوری که پا به ماه گذاشت و داستان سفرش به فضا. اکس میتونه 4, 5, 6, 7 و اعدادی مثل اینا باشه. ترسیم نامساوات بروی محور اعداد. این بس افراد را سوار یا پیاده نمی کند. این یک آزمایشگاه کامپیوتر سیار است. و راه اندازی آموزشگاه سیار کامپیوتر به همت جوان لایبریایی. میدانم که به صبرانه منتظر شروع درس ها هستین، پس تا دیر نشده شروع کنیم. در برنامه های گذشته ای را یاد گرفتین که بگوین از کجا هستین. میگفتین که I come from و بعد نام مکان را استفاده میکردین. ولی اگر بخواین که به انگلیسی بگوین که کجا زندگی میکنین چه؟ طبق روال برنامه در درس ابتدایی این هفته ما همکارم براتان یاد میده که بگوین در کجا زندگی میکنین. پس محجوبه جان را معطل نمی کنیم و به سراغ درس انگلیسی میریم. سلام، محجوبه هستم. در این درس می خواهیم صحبت کردن درباره خانه تان را تمرین کنیم. برای مثال خانه ای که من در آن زندگی می کنم بسیار کوچک است. بیایید بشنویم که چگونه به انگلیسی می گوییم من در یک خانه کوچک زندگی می کنم. I live in a small house. I live in a small house. بیایید جمله رو بشکنیم. جمله با من I شروع می شود. سپس فعل زندگی کردن live رو داریم. سپس در in و سپس یک و بدنبال آن اندازه خانه من small کوچک می آید. در نهایت ما کلمه خانه house رو داریم. بیایید دوباره آن رو بشنویم. I live in a small house. I live in a small house. پس شنیدیم که چگونه می شود گفت من در یک خانه کوچک زندگی می کنم. حالا بیایید گفتن آن را تمرین کنیم. گوش کنید و تکرار کنید. I. I live. I live. I live in a. I live in a. I live in a small house. I live in a small house. I live in a small house. بیایید دوباره گفتن آن را تمرین کنیم. اما این بار از انتها به ابتدا می گوییم. باید داشته باشید که هر بار تکرار کنید. House. House. Small house. Small house. In a small house. In a small house. I live in a small house. I live in a small house. I live in a small house. پس حالا می توانید بگویید I live in a small house. عالی. اما اگر این طور نباشد چه؟ بیایید به جای house با flat امتحان کنیم. Small flat. In a small flat. I live in a small flat. Big house. In a big house. I live in a big house. انگلیسی شما چقدر خوب شده. حالا می خواهیم از شما امتحان بگیریم. من اسم مکان رو می گویم. شما جمله را تکمیل کنید. Small flat. I live in a small flat. Big house. I live in a big house. بسیار عالی. حالا می توانید در مورد جای زندگی خود صحبت کنید. خب بیاین درسی که از همکارم یاد گرفتین را با هم تمرین کنیم. I live in a small house. I live
in a small flat. I live in a big house. حالا امی جملات را با خواهر و برادرایتان تمرین کنین. در دو برنامه قبلی شما با کاوشگران مانند ابن بطوطه و امیلیا ارهات آشنا شدین. این هفته برای شما دوستایی که شوق سفر به فضا را دارین از نیل آرمسترانگ میگوییم. او اولین شخصی بود که به فضا رفت و سفر هیجان انگیز ولی پر از خطر داشت. چون سفر به فضا در زمان حال با این همه امکانات و با وجود فناوری پیشرفته هم سخت است. ولی تصور کنین که نیل آرمسترانگ در سال 1969 میلادی، زمانی که فناوری فضایی خیلی مدرن نبود و سازمانهای فضایی حتی به انترنت دسترسی نداشتند، به فضا رفت. سفری که به گفته خودش توهم با ترس و هیجان بود. بیاین بریم و درباره این مرد بزرگ و سفر فوق‌العاده‌اش بیشتر بدانیم. امروز درباره کدام کاوشگر حرف بزنیم اولی؟ فاطمه، چطور است در مورد کسی که تا آخرین سرحد رفته حرف بزنیم؟ آخرین سرحد کجاست؟ فضا. آها، بیا با کسی که به ماه رفته بود حرف بزنیم. چه فکر خوبه. هولولب، اولین کسی را که پا بر ماه گذاشت پیدا کن. هولولب به گذشته می رود. پیش از اختراع تلفن های همراه. قبل از اینترنت. سلام، من نیل آرمسترانگ هستم و در سال 1969 میلادی اولین کسی بودم که روی ماه قدم گذاشتم. سلام نیل، ما فاطمه و اولی هستیم و میخواهیم از شما چند سوال در مورد فرود روی ماه بپرسیم. بسیار خوب، حتما. از آشنایی با شما خوشحالم. بفرمایید بپرسید. نیل، چطور به ماه رسیدی؟ من در جریان بخشی از ماموریت آپولو 11 با موشک ساترن 5 به ماه رسیدم. چرا به ماه رفتی؟ چون هیچ کس قبلا آنجا نرفته بود و ما میخواستیم امریکا اولین کشوری باشد که چون این کار انجام میدهد. رئیس جمهور از سازمان ناسا خواست موشک طراحی کند و بسازد تا ما را به ماه ببرد. چطور برای رفتن به ماه آماده شدی؟ من و دو فضانورد دیگر ماه‌ها تمرین و آموزش دیدیم. باید یاد میگرفتیم چگونه در داخل موشک به فضا برویم، چگونه روی سطح کره ماه فرود بیاییم و چگونه به زمین و خانه خود برگردیم. آموزش و تمرین کار سختی بود؟ واقعا کار سختی بود، خیلی جالب و لذت بخش هم بود. این یک ماجراجویی واقعی در فضای ناشناخته بود. هیچ کس قبلاً به ماه نرفته بود. سازمان ناسا مجبور شد که بیشترین فناوری‌های مورد نیاز ما را برای این سفر تهیه و ایجاد کنند. ترسناک بود؟ بین خود ما باشد، ترسناک بود. در موشک بزرگ نشسته بودم و منتظر بلند شدنش بودم. فوق‌العاده هیجان زده و فوق‌العاده ترسیده بودم. ما روی نزدیک به 1,000,000 لیتر مواد سوخت موشک نشسته بودیم که اگر مشکل پیش می آمد هر لحظه ممکن بود منفجر شود. اما سعی کردم شجاع باشم و این بود لحظه ای که برایش خیلی سخت تمرین کرده بودیم. وای، نگاه کن. زمین با سرعت حدود 113,000 کیلومتر در ساعت به دور خورشید حرکت میکند و میچرخد و ماه با سرعت حدود 3,700 کیلومتر در ساعت به دور زمین میچرخد. محاسبات ریاضی که به ما امکان رسیدن به ماه را مشخص میکرد آنقدر پیچیده بود که ناسا مجبور شد تعدادی از بهترین ریاضیدانان جهان را برای حل کردنش استخدام کند، مثل کاترین جانسون. او بسیار بسیار باهوش بود و با محاسبات دقیقش ما را به سلامت به آنجا رساند. او اگر حتی یک اشتباه در محاسبات مرتکب می شد، شاید اصلاً به خانه بر نمی گشتیم. زندگی ما در دست او بود. یک گام کوچک برای انسان، جهش بزرگ برای بشریت. از کجا می دانستی چی بگویی؟ ما می دانستیم که آن لحظه به یادماندنی خواهد بود و تمام دنیا در حال تماشا خواهند بود. بنابراین بسیار در مورد آن فکر کردیم. چرا اینقدر بالا و پایین می‌پریدی؟ وقتی در روی ماه قرار دارید، نیروی گرانش یا قوه جاذبه تنها به اندازه 1/6 نیروی جاذبه در روی زمین است. بنابراین روی ماه
وزن من فقط 15 کیلوگرم بود. روی ماه بودن چه حسی داشت؟ وقت روی ماه بودم به کره زمین که همه آشنایان و عزیزانم در آن زندگی میکردن نگاه کردم. بسیار کوچک به نظر میرسید. مثل یک تشله زیبا. عجب. نیل آرمسترانگ، از این که به همه پرسش های ما پاسخ دادی بسیار متشکرم. تشکر از شما. شاید یک روز برسد که یکی از شما به سیاره مریخ برود. هر کاری که انجام میدهید موفق باشید. مریخ خیلی خوب خواهد بود. ممنون نیل. خب نوبت به مضمونی رسید که اگر علاقمندش باشین خیلی لذت بخش است، ولی اگر علاقمندش نیستین نگران نباشین. همکارم زینب محمدی این درس ها را براتون خیلی ساده و دلچسب ساخته. خب اگر یادتان باشه در درس های گذشته ترسیم مختصات روی محور اعداد را یاد گرفتین. حالا در این درس یاد خواهید گرفت که نامساوی ها را روی محور اعداد چگونه نمایش بتین. نامساوی ها نشان میده که یک کمیت از کمیت دیگر بزرگ، کوچک یا مساوی است. نگفته نمانه که ای درس در نصاب تعلیمی افغانستان در صنف نهم درس داده میشه و کماکان در صنف های بعدی هم به اشکال مختلف تکرار میشه. سلام، من زینب محمدی هستم. امروز بیاین در مورد نمایش نامساوی ها روی محور اعداد گپ بزنیم. نامساوی ها نشان میتن که یک کمیت از کمیت دیگه بزرگتر، کوچکتر و یا همزمان بزرگ و مساوی و یا کوچک و مساوی است. ممکن است علامت های نامساوی بزرگتر و کوچکتر را بشناسیم. پس با عنوان یک جمله عددی به این معناست که x از 3 بزرگتر است. x میتونه 4, 5, 6, 7 و اعدادی مثل اینا باشه. یا میتونه یک مقدار اعشاری به خود بگیره. 3.1, 3.2 یا حتی 3.01 باشه. x میتونه اعداد بسیار متفاوتی داشته باشه. اما به جای فهرست کردن همه اعداد میتونیم این اعداد را با رسم روی یک محور اعداد خلاصه کنیم. اینجا میبینیم که چطوری کار انجام میتیم. محورهای اعداد معمولاً به صورت افقی ترسیم میشن. با قرار دادن یک دایره میان خالی در بالا یا پایین عدد 3 شروع میکنیم. بعد یک علامه تیر به سمت راست دایره میکشیم. چون ما اعداد بزرگتر از 3 را کار داریم. حالا بیاین یک مسئله مشابه را حل کنیم. یه علامت کمی متفاوت است. یعنی x بزرگتر یا مساوی به 4 است. پس x میتونه 5, 6.5, 7.0, 7 و غیره باشه. اما x میتونه همزمان مساوی به 4 هم باشه. برای نشان دادنش روی محور اعداد یک دایره در بالا یا پایین اعداد 4 میکشیم و یک فلش اضافه می کنیم که دوباره به سمت راست است. با این حال ای بار باید مطمئن شویم که ای دایره پر است تا نشان بدیم که x میتونه مساوی به 4 هم باشه. خب اگر نامساوی به این شکل خوانده شود که اعداد کوچکتر باشند نه بزرگتر چه فرق می کنند؟ بیاین به x کمتر از منفی 1 روی محور اعداد نگاه کنیم. x میتونه منفی 2، منفی 3، منفی 4 و غیره باشه. پس یک دایره میان خالی زیر منفی 1 میکشیم. و یاد داشته باشیم. دایره میان خالی نشان میده که x نمیتونه مساوی با منفی 1 باشه. و ای بار علامت تیر و یا فلش را به سمت چپ میکشیم. چون اعداد کمتر از منفی 1 را میخواییم نشان بدیم. اگر نامساوی به این شکل بود که x کمتر یا مساوی منفی 2 است، محور اعداد به این شکل تغییر میکنه. بله، داخل دایره را پر میکنیم تا نشان بدیم که x میتونه مساوی به منفی 2 هم باشه. خب،
حالی نوبت شماست. نامساوی های زیر روی محور اعداد نشان بتین. ما کمی منتظر می باشم تا شما جوابایتان پیدا کنین. آماده هستین؟ چند تا جواب با هم می بینیم. پس بریم. X بزرگتر از 2 است. X کمتر یا مساوی با 3 است. X بزرگتر یا مساوی با 4 است. X کمتر یا مساوی با منفی 2 است. خب چطور پیش رفتین؟ فهمیدن نامساوی ها و طریقی نمایش دادنشان مهارت خیلی خوبی است. اگر سرش تسلط پیدا کنین، اگر مطمئن هستین، میتونین به این فکر کنین که چطور از یک محور اعداد برای حل معکوس یک مسئله استفاده کنین. پس این محور اعداد چه نامساوی را نشان میتن؟ ایرا میگذارم تا جوابش خودتان پیدا کنین. تا درس بعدی خداحافظتان. در دریچه این هفته رویدادهای مهم یک هفته گذشته را داریم. ششم می روز تاجگذاری چارلز سوم پادشاه بریتانیا است. در روز تاجگذاری پادشاه به همراه ملکه سوار بر کالسکه یا گادی طلایی از قصر به کلیسای وستمنستر برای انجام مراسم می روند. رسمی که در هر مراسم تاجگذاری در طول تاریخ بریتانیا انجام شده. به همسر پادشاه کمیله هم لقب ملکه همسر داده می شود. در این مراسم 6000 مرد و زن از بریتانیا و کشورهای مشترک المنافع حضور خواهند داشت. نظامیان هم با یونیفرم های نظامی در مقابلشان راهپیمایی می کنند. مردم هم که مشتاق تماشای مراسم تاجگذاری پادشاه هستند لحظه شماری می کنند. جان مکفال اولین فضانورد معلول آژانس فضایی اروپا است که برای مطالعه اینکه آیا فضانوردان معلول می توانند در فضا کار کنند، برای اولین بار در مکان شبیه سازی شده به وزنی را تجربه کرد. تصاویر نشر شده از این فضانورد نشان می دهد که او با محیط شبیه سازی شده به خوبی سازگار است. این پرواز در یک هواپیما یا طیاره شبیه سازی شده بود. او حالا توسط آژانس فضایی اروپا استخدام شده تا جزء یک تحقیق روی ارزیابی چگونگی سفر افراد دارای معلولیت جسمی به فضا باشد. و یک خرس بازیگوش با پنهان شدن در یک سطل زباله، جیمز ماش مدیر یک مکتب در ایالت ویرجینیای آمریکا را غافلگیر کرد. تصاویر کمره های امنیتی نشان می دهد که این مدیر مکتب زمانی که می خواست سرپوش این سطل را بردارد، متوجه حضور خرس در سطل شد. هر دو هم جیمز ماش و هم خرس از همدیگر ترسیده و فرار کردند. در درس ابتدایی انگلیسی این هفته یاد گرفتین که بگوین در کجا زندگی میکنین. البته هدف از درس اول ای بود که بگوین در چگونه جای یا خانه زندگی میکنین. ولی در این درس یاد خواهید گرفت که بگوید در کدام موقعیت زندگی میکنین. یعنی خانه شما در کدام موقعیت شهر یا محله تان قرار داره. محجوبه جان منتظر ماست. سلام. محجوبه هستم و در این قسمت یاد خواهید گرفت که چگونه بگویید کجا زندگی می کنید. با صحبت های دو نفر که از یکدیگر در مورد محل زندگیشان سوال می کنند گوش کنید تا نحوه پرسیدن آن را یاد بگیرید. Hi Phil, where do you live? I live near the market. How about you? I live in London. نگران نباشید، ما به شما کمک میکنیم آن را تمرین کنید. نفر اول پرسید کجا زندگی میکنی؟ Where do you live؟ گوش کنید و این عبارت را تکرار کنید. Where do you live؟ نفر دوم گفت که نزدیک بازارچه The market زندگی میکند. میتوانید بگویید من نزدیک I live near و یک مکان نزدیک خانه ایتان را اضافه کنید. گوش کنید و این عبارت را تکرار کنید.
I live near the market. آیا در نزدیکی هیچ یک از این مکان‌ها زندگی می‌کنید؟ مرکز شهر؟ I live near the city center. ایستگاه بس؟ I live near the bus station. او سپس از نفر اول همان سوال را پرسید. اگر می‌خواهید کسی به همان سوالی که از شما پرسیده است پاسخ بدهد، می‌توانید بگویید شما چطور؟ How about you? گوش کنید و این عبارت را تکرار کنید. How about you? نفر اول در لندن زندگی می‌کند. بنابراین گفت من در لندن زندگی می‌کنم. I live in و لندن را اضافه کرد. می‌توانید از این عبارت I live in به همراه نام مکان‌های مانند روستاها، شهرها، مناطق یا کشورها استفاده کنید. گوش کنید و این عبارت را تکرار کنید. I live in London. عالی. حالا با گوش دادن و صحبت‌های افراد مختلف در مورد محل زندگیشان آنچرا که گفتید بررسی کنید. مارک نزدیک بحر زندگی می‌کند. Hi Mark. Where do you live? I live near the sea. How about you? I live in Manchester. Claire نزدیک شفاخانه زندگی می کند. Hi Claire, where do you live? I live near the hospital. How about you? I live in Birmingham. عالی. خب حالا بیایید ببینیم چقدر انگلیسی و یادتان مانده. با جملات فارسی گوش کنید و آنها را به زبان انگلیسی بگویید. سلام فل. کجا زندگی میکنی؟ Hi Phil. Where do you live? من نزدیک بازار زندگی میکنم. I live near the market. تو چطور؟ How about you? من در لندن زندگی می کنم. I live in London. فوق العاده. خب حالا می دانید که چگونه به زبان انگلیسی بگویید که کجا زندگی می کنید. با پاسخ دادن به نفر اول و گفتن محل زندگی خود تمرین کنید. Hi. Where do you live? I live in London. حالا می دانید بگویید کجا زندگی می کنید و به زبان انگلیسی از افراد دیگر بپرسید که در کجا زندگی می کنند. تا برنامه هفته بعدی خدا نگهدار. امروز یاد گرفتین که بگوین در کجا زندگی می کنین. حالا بیاین اصطلاحایی را که یاد گرفتین با هم تمرین کنیم. Where do you live? شما کجا زندگی می کنید؟ I live near the market. من در نزدیک بازار یا مارکت زندگی می کنم. How about you? شما چطور؟ I live in London. من در لندن زندگی می کنم. می تونین که مثل درس های گذشته جای مکان را تبدیل کنین. I live in Afghanistan. من در افغانستان زندگی می کنم. I live in Kabul. من در کابل زندگی می کنم. تمرین یادتان نره. می دانم که منتظر داستان الهام بخش هستین. خب دوستای ما که در کابل هستن حتما با نام کتابخانه سیار چارمغز آشنا هستن. این داستان درباره کتابخانه چارمغز نیست، ولی ابتکار شبیه به ای در لایبریا صورت گرفته. جرامای لوید کوپر یک تکنیسیان اطلاعات و مخابرات است که با همکاری اداره توسعه سازمان ملل یا UNDP یک مرکز سیار آموزش کامپیوتر را راه انداخته. این مرکز در اصل یک بس است و به مکتب‌ها رفته و به دانش آموزان مهارت‌های استفاده از کامپیوتر را آموزش می‌دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش ببینیم و بشنویم. این بس افراد را سوار یا پیاده نمی‌کند. این یک آزمایشگاه کامپیوتر سیار است. این برنامه در لایبریا اجرا می‌شود که تنها 26% از جمعیت آن از اینترنت استفاده می کنند. بنیانگذار آن امیدوار است که پروژه‌اش بتواند به جوامع محروم برسد.
من بدون دانش اولیه کامپیوتر از لیسه فارغ شدم. اما برای ادامه تحصیل در سطح دانشگاه رشته فناوری اطلاعات را انتخاب کردم و روز اولی که وارد آزمایشگاه کامپیوتر شدم، تحقیر شدم. بنابراین از آن زمان رویای من این بوده است که بتوانم سواد کامپیوتر را به نوجوانانی که از لیسه فارغ می شوند آموزش دهم. کوپر می گوید که تنها در چند ماه به 1000 دانش آموز کمک کرده است. مدیر این پروژه می گوید که مصارف آن با دریافت هزینه اندک از دانش آموزان تأمین می شود. دانش آموزان مشتاق هستند. می خواهند یاد بگیرند و حتی آرزوی دسترسی بیشتر به آزمایشگاه کامپیوتر سیار ما را دارند. اگر کلماتی را وارد کنی که درست هم نباشند، کامپیوتر آنها را به شما تصحیح می کند. بنابراین کامپیوتر بسیار مهم است. همچنین امید می رود که این پروژه برای کمک به زنان با پیشینه های فقیرتر ادامه یابد. خب دوستان عزیز، درس این هفته ما همیجا به پایان می رسه. برنامه های جدید درس را می تانین که هر شنبه از طریق تلویزیون بی بی سی فارسی دنبال کنین. درس را می توانین روی صفحه فیسبوک بی بی سی فارسی هم پیدا کنین. تکرار این برنامه هم روی وبسایت و کانال یوتیوب بی بی سی فارسی قابل دسترس است. تا برنامه بعد، بدرود.